استراحت ادامه میدیم. According to prescriptive rules of grammar, which of the following sentences is grammatical? Prescriptive grammar. دستور تجویزی. گفتیم دستور تجویزی میگه که این درسته، اون درست نیست، اینجوری بگید، اونجوری نگید. حالا ببینیم از اون تجویزهایی که کردن چیه. البته یکیشو قبلا مطالعه کردیم، کپتن کرکس اینفینیتیو، ببینیم اونم اینجا هست یا نیست. We would like to اتفاقا همون اولی بود. We would like to carefully examine the issue from another perspective. We would like to carefully examine. خب اینجا split infinitive داریم. مصدر شکافته شده بین علامت مصدری و خود عنصر فعلیمون. یه قید اومده، این split infinitive هست و کپتن کرکس infinitive گفته شده. یک دستور نویس تجویزی این رو نمیپذیره، میگه بگو we would like to examine the issue carefully or we want to examine carefully the issue carefully from another perspective. پس گفته چی؟ Which of the following sentences is grammatical؟ خب دستور نویس تجویزی به این میگه که این درست نیست، این grammatical نیست. ما دنبال ساختاری هستیم که تجویزی یا دستور تجویزی بپذیرتش. این رو نمیپذیره، میگه این grammatical نیست، صحیح نیست. Whenever anybody calls, please tell them I'm not in. Please tell them I'm not in. اون قاعده را هم که معلم میگفت که هیچ وقت جملتون رو با حرف اضافه تموم نکنید، این از اون تجویز هاست. آخر جمله حرف اضافه هست، پس دستور تجویزی نمیپذیرتش. Those are the men with whom I discussed the matter. ببینید اینجا حرف اضافه داریم، همراه اسمش اومده with whom. این رو دستور تجویزی میپذیره، از این خوشش میاد و جدا نکردیم whom و with رو از هم. پس این جواب هست. یکی رو نگاه کنیم. This is the family who we went on a long journey with. اینجا میبینید with و who رو جدا کرده. پس بر اساس دستور تجویزی این قابل قبول هست. شماره 3. Which of the following sentences contains structural ambiguity. این مال سال 99 ابهام ساختاری، نه ابهام واژگانی و نه ابهام نقشی. اینجا میخوایم ببینیم که کدوم ساختار دارای دو معنی هست یا بیشتر از دو معنی. After graduation, his business motivation rocketed high. خب من در اینجا ابهام نمی‌بینم. I called my brother only to find he had just finished his lunch. این را هم بذارید کنار. Marcy got the bath ready for her daughter wearing a pink tutu. خب در اینجا ابهام هست. یا باید بگیم the daughter wearing a pink tutu، که wearing a pink tutu به دختر مربوط بشه. یک دفعه هم به مارسی
مربوط بشه. مارسی was wearing a pink tutu and got the bath ready for her daughter. Or her daughter was wearing a pink tutu and Marcy got the bath ready for her. پس شماره سه ابهام ساختاری داره. با سال 99. Which of the following underlined parts constitutes a constituent? خب ما تست به کار بردیم برای شناسایی سازه ها. حالا یه چیزهایی رو زیرشون خط کشیده. سه تاشون سازه نیست. یکیش سازه هست. اون یکی رو میخوایم پیدا کنیم. Till eternity will. خب این نمیتونه سازه باشه و نمیتونیم با هیچ چیزی جایگزینش بکنیم. None of the books on the tables belongs to the students. خب این میتونه none of the books بگیم none of them belongs to the students. Of all the possible candidates, and candidates but با impossible با هم باشه صفت و موصوفش. پس این هم of all the possible سازه نیست. This restaurant offers gourmet food with a delicacy with courteous servers. این هم میتونه سازه باشه ها؟ نه. Food with a delicacy هست. این گروه حرف اضافه مثل اون I saw the man with a telescope. اینجا food with a delicacy هست. پس food رو جدا کرده. البته with a delicacy میتونه خودش prepositional phrase باشه. پس شماره دو جواب هست اینجا. خب میرسیم به transformations or movement rules. Transformations رو به فارسی گشتارها گفتند. Transformation گشتار. Movement rule هم که مشخص قواعد حرکت. حالا اینها رو توضیح میدم مشخص میشه. در این قسمت که راجع به دستور گشتاری داریم صحبت میکنیم و گشتارها مورد نظر ما هست، دو تا ساختار در نظر گرفته میشه. یکی ژرف ساخت است، یکی رو ساخت. دیپ استراکچر و سرفیس استراکچر. اون ژرف ساخت چیزیه که در ذهن ما هست. ما میخواییم یه مفهومی رو بیان بکنیم، اون معنایی که میخواییم بیان بکنیم تو ذهن ما هست و تمام عناصری که لازم هست این معنا رو کامل بکنه تو ذهن هست. با استفاده از اون فرهنگ لغات ذهنی خودمون، اون واژگان یا لکسیکون، واژه ها رو هم انتخاب میکنیم و معنی در ذهن هست. منتها اون چیزی که ما در ذهن داریم و تمام عناصر لازم معنایی رو در خودش داره به همون صورت قابل بیان نیست. اون ساختار اولیه ذهنی ما دستخوش تغییراتی میشه که این تغییرات رو میگیم گشتار. پس یک ساختاری داریم اول ذهنی است، در ذهن ما معنی اون چیزی که میخواییم بگیم، بعد این
ساختار ذهنی چندین تغییر ممکنه درش حاصل بشه یا گشتار عمل بکنه و نهایتا اون چیزی که ما بیان میکنیم و شنیده میشه اون تولید بشه. اون چیزی که بیان میشه و شنیده میشه اون میشه چی؟ رو ساخت. پس ما از ژرف ساخت به رو ساخت میرسیم از طریق گشتارها. خب حالا مثال هایی که اینجا داریم چند تا جمله هست و اینها همشون به یک واقعیت اشاره می کنند. یه اتفاقی افتاده و هر چهار تا جمله ای که ما داریم بیان می کنیم در واقع به اون اتفاق، به اون واقعیتی که رخ داده داره اشاره میکنه. اولی میگه Mary gave the book to John. خب ما این رو میشنویم میفهمیم. در جمله دوم The book was given to John by Mary. اگر شما واقعیت این جمله رو در نظر بگیرید، در واقع یک نفر هست به نام مری، یک شی هست The book که این مری اون شیء رو به جان منتقل میکنه. در این جمله هم همون واقعیت هست، مری کننده کار هست، این شیء به بک رو تحویل جان میده. در اینجا هم اگه دقت بکنید همونه، مری هست که کتاب رو به جان داده، منتها یه تغییری درش دادیم، به یه جور دیگه بیان کردیم، مطابق با خواستمون، مطابق با شرایطی که هست. در اینجا هم باز همون رخداد هست. Was the book given to John by Mary؟ در موردش سوال شده. Did Mary give the book to John؟ این هم باز سوال هست. همه اینها رو ساخت هستند، surface structure هستند. اینها چیزهایی که ما بیان میکنیم، به زبان میاد، شنیده میشه و در واقع رو ساخت رو تشکیل میده. اون چیزی که ما در ذهن داریم، در معنا داریم، اون چیه؟ ژرف ساخته، deep structure هست. حالا دیپ استراکچر رو شما نگاه بکنید، ما در ذهنمون این رو داریم. آره، یه نفر هست مری هست، یه نفر هست جان هست غیر از مریه، و یه شیئی هست بک، حالا میتونه the book باشه. خب این بک اول پیش مری هست و بعد توسط اون فعلی که انجام میشه، کاری که انجام میشه که گیو باشه، این the book حرکت میکنه، میاد پیش جان و این حالت حاصل میشه. مری حالا کتاب رو داد به چی؟ به جان. این تو ذهن ما هست که deep structure هست، تمام عناصر رو داره. مری توش هست، گیوم توش هست، جان هست، بوک هست، منتها ما اینجوری صحبت نمی کنیم. ممکنه به یکی از این صورتها در بیاد و برای اینکه این ساختار به یکی از این صورتها، به این ساختارها تبدیل بشه، ما گشتار لازم داریم، ترانسفورمیشن لازم داریم. گشتار یک ساختار رو میگیره، اون رو تبدیل میکنه به یه ساختار دیگه و این معنی گشتار هست. حالا اینجا شما اگر این جمله رو نگاه بکنید، Time flies like an arrow, Fruit flies like a banana. خب اینها رو وقتی کنار هم قرار میدی، اولی رو که خیلی راحت میفهمیم، آره زمان
سریع میگذره مثل تیر میگذره. Time flies like an arrow. ولی اگر با همون دید، با همون دیپ استراکچری که هست، با همون معنا بخواهیم این رو هم تعبیر بکنیم، این دیگه درست نمیشه. Fruit flies like a banana. میوه مثل موز پرواز میکنه. اصلا هیچ معنی نداره. اینجا در این surface structure ما دقیقا همین surface structure رو نداریم، یا این روساخت با این روساخت فرق میکنه و ژرف ساختشون هم با هم فرق میکنه. در ژرف ساخت ما یک عنصری داریم تایم که فعلی بهش استناد دادیم، فلای هست، تایم فلایز، و تشبیهش کردیم. ولی در این جمله ما یه عنصری داریم به عنوان فروت فلای که جمع بسته شده شده فروت فلایز، و اینجا الان شکلش کشیده شده لایکس بانانا. فروت فلایز یک عنصر، لایک بانانا این ژرف ساخته، این با ژرف ساخته اون فرق میکنه. در رو ساختم اگه بخوایم درخت بکشیم متفاوت خواهد بود. خب این مربوط میشه به گشتارها. حالا اینجا گفتیم movement rules. ابتدا چامسکی اینها رو بیان کرد، ژرف ساخت و رو ساخت رو مطرح کرد و مدتها به این صورت در زبانشناسی با این نظریه کار میکردن، جمله ها رو تعبیر و تفسیر میکردن و نشون میدادن که چه نوع گشتاری درش صورت گرفته. ولی بعدها که چامسکی نظریه خودش رو درش تجدید نظر کرد و تکمیل ترش کرد، گفت که همه این گشتارهایی که ما در موردشون صحبت میکنیم همشون با یک قاعده که در همه زبانهای انسان مشترک است دیده میشه، میشه بیان کرد، و اون قاعده حرکت است. در همه اینها ما عنصری داریم که از یه جایی حرکت کرده رفته جایی دیگه. مثلا در اینجا مری دارید، مری از اول جمله حرکت کرده اومده به آخر جمله. The book اینجا بعد از فعل بود، حرکت کرد اومد قبل از فعل. گفت همه این گشتارها رو با این قاعده، قاعده موو الفا، میتونیم بیان بکنیم و قواعد حرکتی رو به اون صورت بیان کرد. من نمیدونم این سلایدهای من چرا عوض شدن خود به خود. همینجا قطع میکنیم، مطلب بعدی رو بعد شروع میکنیم.